خدایان خورشید در تمام تمدن‌های باستان به عنوان مهمترین و اصلی ترین خدا شناخته می شدند. این خدایان که مظهر نور و روشنایی بودند، همگی با داستانی تقریباً مشابه در تمدن‌های گوناگون ظاهر شدند. یکی از آنها مهر و یا میترا نام داشت که نه تنها در ایران بلکه زمانی در سرتاسر کشورهای شرقی و غربی پرستیده می شد. به عقیده مورخان گفته می شود اگر کنستانتین در اروپا به قدرت نمی رسید و اسکندر به ایران حمله نمی کرد، آیین میترا تنها مذهبی بود که می توانست سراسر جهان را در بر بگیرد و تمام مردم دنیا را به یک عقیده واحد برساند که در آن صورت تمام جنگ‌های نژادی، مذهبی، عقیدتی و به کلی خشونت و نفرت و احساس خودبرتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر از بین می‌رفت. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. مهرپرستی، آیین مهر و یا میترائیسم یک مذهب کهن ایرانی و آریایی است که بر اساس پرستش مهر و یا میترا بنیان نهاده شده. مهر یکی از ایزدان مهم در ایران باستان بود که پیش از آیین زرتشت و تا پایان عهد ساسانی به عنوان ایزد عهد و پیمان، روشنایی، جنگاوری و پاکی پرستیده می شد. زمان اوج پرستش میترا بین سده های دوم و سوم میلادی بود که از هند تا انگلستان و اسپانیا پیروانی داشت، اما هنوز هم در برخی جوامع بسیار مورد احترام است. مهرپرستی نام ایرانی این آیین است و واژه‌هایی همچون میترائیسم، اسرار میترائیک و یا اسرار میتراس نام‌هایی هستند که توسط رومیان و یونانیان به کار می‌رفتند. میترائیسم در دوران ظهور مسیحیت رقیب مسیحیت اولیه بود، اما در قرن چهارم میتراپرستان مورد آزار و اذیت مسیحیان قرار گرفتند و در نهایت مهرپرستی تا پایان همان قرن در امپراتوری روم سرکوب شد و به کلی از میان رفت. هرچند که دین مسیحیت دقیقاً مشابه با همان مذهب مهرپرستی بود، به حدی که مراسم غسل تعمید در مسیحیت هم از آیین مهرپرستی نشأت گرفته. پیروان میترا در مراسم مهرپرستی به طور کامل در آب فرو می رفتند تا از لحاظ معنوی پاکیزه شوند. آنها عقیده داشتند پس از بیرون آمدن از آب تمام گناهانشان بخشیده می شود و دوباره زاییده می شوند. پیش از ظهور زرتشت، پیامبر ایران باستان، ایرانیان دین چند خدایی داشتند که میترا به عنوان ارزشمندترین ایزد در بین تمام آنها شناخته می شد، چرا که او خدای تعهد، پیمان و مهربانی فراوان بود. طبق عقاید زرتشتیان گفته می شود در دنیای پس از مرگ پلی به نام چینوت و یا چینوت وجود دارد که محلی برای قضاوت مردگان است. در آنجا سه ایزد میترا، سروش و رشن به ریاست میترا در مورد اعمال مردگان قضاوت و داوری می کنند. همچنین در اوستا یشتی به نام مهر یشت به میترا اختصاص داده شده که از او به عنوان ایزدی نظارگر بر همه چیز، روشنایی آسمانی، نگهبان پیمانها، محافظ نیکوکاران در این گیتی و در آخرت، دشمن بزرگ اهریمن و تاریکی و خداوند نبرد و پیروزی ها یاد می کند. در زمان اشکانیان مهرپرستی به غرب نفوذ کرد. مهرپرستی و آیین‌های آن با روحیه جنگجوی اشکانیان بسیار سازگار بود. بنابر روایات تاریخی، موقعی به نام استانای استانز برای نخستین بار مهرپرستی را به غرب ایران برد و در آنجا رواج داد. در آیین زوروانیسم هم که در دوران ساسانیان در ایران بسیار رواج داشت، میترا کسی است که بین اهورامزدا و اهریمن داوری می کند. در اعتقادات زوروان پرستان، زوروان خدای زمان بیکران است که در ابتدای خلق عمر هستی به هدفمند بودن جهان شک کرده و به دلیل این شک و تردیدش اهریمن خلق شده. به عقیده زوروان پرستان، جهان ما به مدت 9000 سال تحت سلطنت و حکومت اهریمن است و در این مدت اهورامزدا سعی در خلق موجوداتی پاک از جنس خود دارد تا با اهریمنان بجنگند.
البته ما قبلا در این ویدیو به عقاید زوروانیسم و خلق اهورامزدا و اهریمن پرداختیم که لینک آن را در قسمت توضیحات قرار دادیم. تولد میترا در عقاید مهرپرستی با دو روایت گوناگون شرح داده می شود. روایت اول، میترا با قدرت نور از دل سنگی درون یک غار متولد می شود. او در هنگام تولد یک شمشیر و یک تیرکمان را در دستانش نگه داشته و یک کلاه قرمز رنگ را بر سر دارد. کلاهی که همکنون با عنوان کلاه بابا نوئل در غرب شناخته می شود. روایت دوم، آناهیتا الهه آبها و باروری در حالی که کاملا باکره بود در یک غار میترا را به دنیا آورد و او را در گل نیلوفری با 12 گلبرگ پوشاند، گلی که یکی از نمادهای مهم میترا در دنیای باستان است. در این روایت همچنین گفته می شود میترا در هنگام تولد یک گوی در دست دارد که نشان دهنده عالم هستی است. میترا به محض متولد شدن، گاو نری را بر زمین میزند و بر پشت آن مینشیند. بعد شمشیر خود را بر کتف گاو فرو میکند و او را میکشد. در این لحظه، یک سگ و یک مار برای لیسیدن خون گاو میآیند و یک عقرب برای نیش زدن گاو سر میرسد که سگ نماد پاسداری، مار نماد زندگی و عقرب نماینده اهریمن است. سپس میترا خون گاو را بر زمین می پاشد و سرسبزی را به ارمغان می آورد. عقیده بر این است که میترا دو معجزه دارد. معجزه اول این است که با پرتاب تیر خود به سمت یک سنگ باعث شکافتن آن و جاری شدن آب مقدس می شود. آبی که به آن آب جاودانگی نیز گفته می شود و ما در این ویدیو به آن پرداختیم. معجزه دوم میترا شکار است. میترا سوار بر اسب خود میتازد و حیوانات را شکار میکند. تمام تیرهای او به هدف میخورند و با هر تیر موجودی را شکار میکند. پس از شکار به سراغ دشمنان خود میرود و آنها را از پای در میآورد که لقب میترا شکست ناپذیر از همین معجزه او نشأت گرفته. و اما میترا در آخرین روز زندگی زمینی خود در مهمانی با شکوهی که درون یک غار برگزار شده بود شرکت میکند و همراه با پیروانش نان و گوشت گاو میخورند و خون گاو و شراب مینوشند. سپس سوار بر عرابه خورشید شده و به آسمان عروج میکند. میترا در حقیقت ایزد پرتوی خورشید است و ایزد خورشید سول نام دارد. سول کسی است که میترا را سوار بر عرابه مینویی خود کرد و او را با خود به آسمان ها برد. میترا در روز رستاخیز دوباره باز خواهد گشت تا به پیروان خود یاری برساند و آنها را از بند اهریمن رها سازد. شباهت های آیین مهرپرستی و دین مسیحیت به قدری فراوان است که به راحتی میتوان گفت مسیح همان میترا است، فقط با جسم و اسمی متفاوت. برخی از شباهت‌های این دو مذهب عبارتند از مراسم غسل تعمید و تطهیر برای پاک شدن گناهان، نواختن ناقوس در نیایشگاه‌های میترا و عیسی مسیح، سرودن و نواختن موسیقی‌های مقدس و روشن کردن شمع در معابد، مراسم شام آخر و خوردن نان و شراب، 12 مقام میترایی و 12 حواریون مسیح که به عنوان همراهان اصلی میترا و مسیح شناخته می شوند، مقدس بودن روز یک شنبه که به آن روز خورشید می گویند و در آخر عروج میترا و مسیح به آسمان ها و ظهور دوباره آنها در روز رستاخیز. همچنین جالب است بدانید در آیین مهرپرستی هر کسی نمی توانست پیرو میترا باشد و شخص باید در مراسماتی به خصوص لیاقت خود را برای پرستش میترا اثبات می کرد. مراسماتی با 7 مرحله که با نمادهای بحث برانگیز و بسیار جالبی همراه بود. در آیین مهر عدد 7 بسیار مقدس به شمار می رفت. 7 سیاره، 7 طبقه زمین، 7 مقام میترایی، 7 دروازه و البته ماه 7 سال یعنی مهر که متعلق به ایزد میترا است. پرستندگان میترا از قوانین پیچیده‌ای که بر اساس 7 مرحله و 7 درجه پایه‌گذاری شده بود پیروی می کردند. داستان 7 خان رستم در شاهنامه هم از این 7 مرحله ایده برداری شده.
مراحل هفتگانه مراسماتی برای پاگشایی کسانی بود که قصد پیوستن به مذهب میترائیسم را داشتند، هرچند که آنها برای پذیرش با شرایط بسیار سختی روبرو بودند. اما در هر صورت باید زیر نظر بالاترین مقام موق این هفت مرحله را طی می کردند و درجه مخصوص خود را به دست می آوردند. این درجات به ترتیب عبارتند از 1. کلاغ منصوب به عطارد. کلاغ اولین مرحله از مراحل هفتگانه مهرپرستی است که نماد پیام‌آوری از جهان بالا می باشد. در هنگام مراسم، فرد نقاب کلاغ بر چهره می زد یا رفتار کلاغ را تقلید می کرد. این درجه مختص خدمه هاست. از این رو کسانی که تازه وارد بودند، باید برای مدتی با این درجه خدمتگذاری می کردند. نماد مخصوص کلاغ چوب سبزی است که دو مار به دور آن حلقه زدند و عنصر مخصوصش باد می باشد. 2. نامزد یا پوشیده منصوب به زهره. با انجام یک سری کارهای دشوار کلاغ می توانست به مقام نامزدی برسد. یکی از سخت‌ترین کارها برای دستیابی به این درجه خاموش ماندن بود. نامزدان مذکر بودند و دختران با یاری پدر خود به عقد میترا در می آمدند. این عقد ماهیت عرفانی داشت و مانع ازدواج واقعی نمی شد. در واقع نامزدان میترا رازداران آیین میترا بودند. نماد مخصوص نامزد مشعل و چراغ خاموش است و عنصر مخصوصش آب می باشد. 3. جنگی یا سرباز منصوب به مریخ. در این مرحله عضویت در جمع مهرپرستان رسمی می شد و اکثر مهرپرستان تا این درجه بالا می آمدند. در انتهای مراسم این مرحله، یک تاج را که در انتهای شمشیری آویخته شده بود به شخص پیشکش می کردند. او این تاج را نمی پذیرفت و می گفت که مهر تاج سر من است. سپس داغ مهر را بر چهره فرد مهر پرست می زدند. نماد مخصوص جنگی نیزه و کلاه خود است و عنصر مخصوصش خاک می باشد. 4. شیر منصوب به مشتری. به دست آوردن درجه شیر کار بسیار دشواری بود. در این مرحله قدرت شخص را آزمایش می کردند و بر روی دست و زبان او عسل می ریختند که به معنی پاکیزگی دست و زبان بود. کسی که به این درجه می رسید به عنوان شیر مرد و نیرومندترین فرد شناخته می شد. زمانی هم که در می گذشت یک شیر سنگی بر روی قبرش کار می گذاشتند. نماد مخصوص شیر یک بیلچه است که برای به هم زدن آتش به کار می رفت و عنصر مخصوصش نیز آتش می باشد. 5. پارسی منصوب به قمر. شیرمردی که به سنین بالا می رسید به درجه پارسایی دست می یافت. درجه های قبلی مادی و زمینی هستند، اما درجه پارسی روحانی و عرفانی است که به معنی وارستگی می باشد. نماد مخصوص پارسی داس است و عنصر مخصوصش ماه می باشد. 6. پیک خورشید منصوب به مهرپویا. مهرپویا نماد خورشید است. در آیین مهرپرستی خورشید جایگاهی اساسی و والا داشت، به حدی که می توان گفت پیروان میترا خورشید پرست بودند. نمادهایی همچون خورشید، صلیب شکسته، صلیب پارسی و گل نیلوفر 12 پر همگی نمادی از ایزد میترا و پیک خورشید هستند که در تمدن‌های گذشته به ویژه در تمدن هخامنشیان از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بودند. نماد مخصوص پیک خورشید تازیانه، هاله و مشعل است. عنصر مخصوصش نیز خورشید می باشد. 7. پیر مرشد یا پدر منصوب به زحل. پیر مرشد نماینده میترا بر روی زمین است. کسی که به این جایگاه می رسید، مهر و مهربانی وجودش را تسخیر کرده و نهایت لطف و رحمتش را بر مردم ارزانی می داشت. این مقام در حقیقت همان مقام پیر مغان است که حضرت حافظ در اشعارش به او اشاره کرده و خود را مرید آن دانسته. پیر مرشد مسئول انتخاب اعضای جدید است تا آنها را از رموز و درجات مختلف آیین میترا آگاه کند. پیر مرشد همچنین صلاحیت کامل در زمینه ستاره شناسی را نیز دارد و از تمام اسرار سیارات و کهکشانها و دانش و حکمت تاریکی و نور آگاه می باشد، چرا که او به عنوان تجسم مادی ایزد میترا بر روی زمین شناخته می شود. پیر مرشد در شب تولد میترا که همان شب یلداست، با ردای بلند قرمز رنگی بر پیروان میترا ظاهر می شود و آنها را با هدایای گوناگون خوشنود می سازد. جا
جالب است بدانید بابا نوئل نیز از همین پیر مرشد ریشه گرفته که با لباس‌های قرمز رنگ در شب تولد مسیح ظاهر می‌شود و به پیروان مسیح هدیه می‌دهد. پیروان میترا پس از انتخاب شدن در پرستشگاه‌هایی که به آن مهرابه یا خرابه می‌گفتند یکدیگر را ملاقات می‌کردند. مهرابه به معنای گود مهر و خرابه به معنای گودی خورشید است. از این رو نیایشگاه‌های میترا عموماً در فضاهای قارمانند و تاریک بنا می‌شدند که سه نوع مختلف داشتند. یک، مهرابه‌های غاری که از غارهای طبیعی به عنوان پرستشگاه استفاده می‌شد. دو، مهرابه‌های زیرزمینی که درون زمین را مانند غار حفاری می‌کردند و پرستشگاه در عمق زمین برپا می‌شد و سه، مهرابه‌های روزمینی که پرستشگاه‌ها در کنار آب‌های روان و چشمه‌ها برپا می‌شدند. روشنی مهرابه‌ها از روزنه‌های کوچکی که شبیه به نماد صلیب خورشید کنده‌کاری شده بودند تأمین می‌شد و فضای کلی مهرابه تقریباً تاریک بود تا آن حالت اصلی قارمانند خودش را حفظ کند. در انتهای مهرابه ها تندیس بزرگی از ایزد میترا قرار می گرفت که یا در حال کشتن گاو بود یا از دل یک سنگ بزرگ بیرون می آمد. دو تندیس کوچکتر هم در دو طرف تندیس میترا قرار می گرفتند. تندیس سمت راست که یک مشعل روشن را به سمت بالا نگه داشته بود نماد طلوع خورشید و زندگی بود و تندیس سمت چپ که مشعل خاموشی را به سمت پایین نگه داشته بود نماد غروب خورشید و مرگ بود. به عقیده میترا پرستان این دو تندیس کوچکتر نمادی از دو ایزد سروش و رشن بودند که هر دو به عنوان ایزدان عدالت، دادگری و نگهدارنده نظم هم در جهان مادی و هم در جهان پس از مرگ شناخته می شدند. این دو ایزد کسانی هستند که در دنیای پس از مرگ ارواح انسانها را به سمت بهشت یا دوزخ هدایت می کنند. سروش به عنوان ایزد پیام‌آور نیز شناخته می‌شود و ترازوی عدالت در دستان رشن قرار دارد. ترازویی که حتی سر سوزنی هم ما بین ارواح مردگان تفاوت قائل نمی‌شود و تمام آنها را بر یک اساس می‌سنجد. نمادگرایی به عنوان یکی از مهمترین اصول پایه‌ای هر دین و مذهبی محسوب می‌شود. آیین میترائیسم هم از این موضوع مستثنا نیست. این آیین در گذشته از نمادهای مختلفی برخوردار بوده، اما پنج مورد از مهمترین آنها عبارتند از صلیب آریایی یا صلیب شکسته، درخت کاج، خورشید، نیلوفر و عصای چاوش که ما آن را با نام کادوسه یا نماد پزشکی می‌شناسیم. این نمادها از معانی بسیار جالبی برخوردار بودند که به ترتیب آنها را توضیح می‌دهیم. نماد صلیب، صلیب شکسته که با نام‌هایی همچون صلیب آریایی، چلیپا گردونه مهر، گردونه خورشید و چرخ گردون نیز معروف است، یکی از پررمز و رازترین نمادهای آیین مهرپرستی است که در تمام تمدن‌های باستان وجود داشته. نماد صلیب رازهای بسیار زیادی دارد. این نماد در تمدن‌هایی همچون مصر، سومر، یونان، هند، سلتی، آفریقا، چین، کره و به طور کلی تمام تمدن‌های باستانی و حتی اروپایی نیز حضور داشته که در هر تمدن دارای معانی گوناگونی بوده. اما در آیین مهرپرستی به عنوان نمادی از ایزد میترا شناخته می‌شود که در حقیقت شکل ساده شده خورشید تابان است. چهار خط بودن این صلیب نمادی از چهار فصل سال و چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش می باشد. ولی جالب است بدانید نمادهایی که امروزه به عنوان ستاره پنج پر و ستاره داوود می شناسیم، هر دو نمادهایی از خدای خورشید در آیین‌های باستانی و به خصوص در آیین مهرپرستی هستند. شکل دیگری از صلیب یا ستاره هم با 12 پر وجود دارد که آن هم نمادی از خدای خورشید و 12 ماه سال است. خواستگاه اولیه نماد صلیب شکسته دقیقاً مشخص نیست، اما قدیمی ترین آن که بر روی یک شیء مذهبی حک شده بود در کشور امروزی اوکراین یافت شد که قدمتش به 10000 سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. در تمدن‌های بین النهرین نیز قدمتی 6000 ساله و در کشور بلغارستان قدمتی بیش از 3000 سال دارد. این نماد با مهاجرت آریایی‌ها به مناطق مختلفی از جمله به اطراف دریای کاسپیان، آسیای میانه و ایران راه یافت. سپس در تمدن‌های آشور، مصر و تمدن‌های ترک تبار گسترش یافت.
صلیب شکسته در ایران سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. اشیای زیادی از تمدن ایران باستان کشف شدند که نشان صلیب شکسته بر روی آنها وجود داشته. این نماد بر روی دیوارهای سنگی و کوههای شهرهایی همچون کردستان، گیلان و خراسان هم یافت شده که همگی قدمتی بیش از 7000 سال دارند. یکی از آنها در بیرجند و بر روی دیواره لاخ مزار کشف شده که قدمتش به پیش از پیدایش مادها باز می گردد. چرخ گردون همچنین مظهر چرخه زندگی و خوششانسی نیز بوده و جالب است بدانید حتی در دوران اسلامی هم رواج داشته. برای مثال در خراسان این نماد را بر روی بازوان کودکان داغ می‌بستند تا از چشم زخم جلوگیری کند و سلامتی را برای آنها به ارمغان بیاورد. در دوران صفویه و قاجاریه نقش چلیپا در کاشیکاری ها استفاده می شد که یکی از نمونه های آن در مدرسه سردار قزوین به کار رفته. البته این نماد نقش اصلی بسیاری از مکانهای مذهبی از جمله مساجد هم بوده. درخت کاج در باور پیروان آیین مهر، درخت کاج نماد ویژه خورشید و زایش میترا است. درختی که همواره سبز است و در برابر سردی و تاریکی پایداری می کند. به همین علت نشان دهنده مهر تابان و نمادی از نامیرایی، جاودانگی و پایداری در برابر نیروهای اهریمنی و مرگ آور بوده. در فرهنگ پهلوی واژه دی به معنای آفریدن است که اشاره به تولد آفریدگار یعنی مهر دارد. از این رو مهرپرستان در شب زایش میترا که شب یلداست درخت کاج را آراسته می کردند و جشنی به نام دیگان را برگزار می کردند و به انتظار تولد دوباره خدای خورشید می نشستند. آنها در پای درخت کاج با خود و دیگران عهد می بستند که یک سال دیگر نیز همچنان سرسبز و شاد باقی بمانند و به یک دیگر مهر و محبت بورزند، چون میترا ایزده عهد و پیمان و مهربانی بود. نماد خورشید درست است که خورشید نماد میتراست، اما او خدای اصلی خورشید نیست. میترا در حقیقت نماینده ای از طرف صلح خدای خورشید است و در عقاید مهرپرستان به عنوان پسر صلح خدای خورشید شناخته می شود. به همین دلیل است که امروزه به مسیح مقدس پسر خدا گفته می شود، چون مسیح نیز نماینده ای از طرف خدای خورشید بوده. گل نیلوفر همانطور که در ویدئوی قبلی گفتیم، گل نیلوفر همان گلی است که آناهیتا الهه آبها از آن برای پوشاندن میترا استفاده کرد. از این رو نیلوفر آبی نماینده الهه آناهیتا است و چون در مرداب رشد می کند، نشان دهنده زایندگی و زندگی است. جالب اینجاست که این گل در استانهایی همچون کرمانشاه، کردستان، گیلان و خوزستان بیشترین رشد را دارد و جالبتر این است که نماد صلیب چلیپا نیز بیشتر در همین استانها یافت شده. البته در آثار باقی مانده از تمدن ایران باستان و آیین میترائیسم این گل با 12 گل برگ ترسیم شده که اشاره به 12 ماه سال دارد. گل نیلوفر همچنین به دلیل ارتباط مستقیمی که با خورشید دارد به عنوان یکی از اصلی ترین نمادهای ایزد خورشید و آیین مهرپرستی شناخته می شود. این گل همراه با طلوع خورشید شکوفا می شود و با غروب آن به خواب می رود. از این رو مردم باستان باور داشتند منشأ و سرچشمه گل نیلوفر با خورشید یکی است. نیلوفر مظهر زندگی دوباره و بیمرگی است، چون هر روز شکوفا می شود و هر غروب بسته می شود. نیلوفر نماد کمال است، چون میوه های آن دایره‌ای شکلند. نیلوفر یعنی شکفتن معنوی، چون ریشه هایش در لجنزار است و به سمت بالا می روید. از آبهای تیره خارج می شود و در زیر نور خورشید و روشنایی آسمان رشد می کند. ریشه نیلوفر مظهر ماندگاری و ساقه‌اش نماد بندنافی است که انسان را به اصلش پیوند می دهد. گلش نیز سمبل پرتوهای خورشید و دانه اش مظهر باروری آفرینش است. در نتیجه نیلوفر نماد یک انسان فوق‌العاده یا تولد الهی است، چرا که بدون حتی کوچکترین آلودگی از آبهای گلالود خارج می شود. عصای چاوش عصای چاوش یا نماد دوماری که بر دور یک چوب عقاقی یا حلقه زدند، جزء کهن‌ترین نمادهایی است که در آیین مهرپرستی به کار می‌رفته. اما در مهرپرستی نوین که در زمان حکومت هخامنشیان رواج یافت به کل فراموش شد. به طور قطع مشخص نیست کاربرد نماد عصای چاوش در آیین مهرپرستی چه بوده، چون این نماد حتی در دنیای باستان هم
نشان دهنده علم و دانشی سری بوده که هر کسی از آن آگاهی نداشته، اما به نظر می‌رسد مار به دلیل پوست اندازی خود نمادی از تولد دوباره و جاودانگی بوده و دوتا بودن مار به معنای تعادل و تقارن هم در دنیای مادی و هم در دنیای معنوی شناخته می‌شده. چوبی که در وسط قرار دارد چوب درخت عقاقی است، درختی که در اصول فراماسونری کاربردهای فراوانی دارد. هرمس، ایزد پیام‌آور در یونان باستان، یکی از کسانی است که عصای چاوش را در اختیار دارد و عقیده بر این است که آن را از سمت آپولو خدای خورشید به عنوان پاداش دریافت کرده. هرمس از این عصا برای انجام افسون‌هایی به خصوص استفاده می‌کرده و از آن کمک می‌گرفته تا ارواح را به سمت دنیای زیرین هدایت کند. از آنجایی که هرمس با ایزد پیام‌آور سروش یکسان شناخته می‌شود و آپولو نیز تجسم دیگری از ایزد میترا در یونان باستان است، به نظر می‌رسد این نماد در ایران باستان هم کاربرد مشابهی با یونان داشته. در انتها امیدواریم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. خوشحال می‌شویم نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.